تلاش متحدان اروپایی آمریکا برای رفع نواقص توافق اتمی موسوم به برجام و چارهجویی برای برطرف ساختن نگرانی های مشترک آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان از برنامه موشکی و اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه وارد مراحل اجرایی می شود. جزئیات بیشتر در گزارش مهدی آرامی. خانم می در سخنان خود در کنفرانس امنیتی مونیخ رعایت توافق هسته‌ای از سوی ایران را از چالش‌های پیش رو برای اروپا توصیف کرد. این در جنگ با ایدئولوژی داعش صدق می کند و همچنین در مورد چالش های دیگر مانند تدوین سیاست جهانی در قبال مهاجرت، حصول اطمینان از اجرای مناسب توافق اتمی با ایران و ایستادگی در مقابل اقدامات تخاصمی روسیه. نخست وزیر بریتانیا اندکی پیشتر در کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم آلمان که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد نیز گفته بود لندن و برلین ضمن تاکید بر رعایت توافق هسته‌ای با ایران در نگرانی‌های دولت پرزیدنت ترامپ درباره اقدامات بی‌ثبات کننده ایران سهیمند. ما از نزدیک در حوزه سیاست خارجی همکاری کرده ایم و امروز همانگونه که صدر اعظم مرکل گفتند دو کشور بار دیگر بر تعهد خود به ادامه توافق اتمی با ایران و بر اجرایی شدن تمامی مفاد آن تاکید کردیم. همزمان ما خود را در نگرانی آمریکا نسبت به اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه شریک می‌دانیم. ما حاضریم اقدامات مناسبی در این خصوص اتخاذ کنیم. زیگما گابریل وزیر خارجه آلمان نیز پیشتر و پس از آنکه پرزیدنت ترامپ برای اولین بار از تایید عملکرد ایران به برجام خودداری کرد گفته بود برلین در نگرانی آمریکا درباره اقدامات بی‌ثبات کننده ایران سهیم است. ما در هفته‌های آتی با همه توان برای متقاعد کردن کنگره آمریکا در حفظ توافق تلاش می‌کنیم و برای چگونگی تغییر رفتار ایران در زمینه‌های دیگر سیاسی در خاورمیانه نیز بحث خواهیم کرد. تریزا می نخست وزیر بریتانیا، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز با صدور بیانیه مشترک اعلام کرده بودند به توافق هسته‌ای با ایران پایبند خواهند بود، اما در این حال از تهران خواستند در مذاکراتی سازنده برای توقف اقدامات بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه شرکت کنند. دولت پرزیدنت ترامپ در راستای سیاست جامعه در قبال ایران پایبندی تهران را به برجام تایید نکرده، زیرا به گفته پرزیدنت ترامپ برجام دست جمهوری اسلامی ایران را برای آزمایش موشک بالستیک و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه باز گذاشته است. مهدی آرامی، صدای آمریکا.